اوسیلاتورا اومدن به مثلا دو تا خرید داریم، 8 تا حالت مثلا یعنی خونسا هستن، یه دونه حالت فروش که اومده تو منطقه بای نزدیک چیز قرار گرفته، این مرتب آپدیت میشه. موینگ اوریج که یکی از قوی ترین ابزارهای برای ورود و خروج مخصوصا رو پترن های بلند مدت هست، به صورت خیلی قوی داره میگه 13 حالتش حالت سیگنال خرید داده. خب اینو ما از خود سایت گرفتیم، رفتیم سراغ اون تحلیل اون آدم ها، اونایی که دارن مثلا تحلیل نیمچه مثبتی میدن نزدیکتر ایدهشون به همچین وضعیتی. من اسکرول کنم بیام پایین تر، میبینید که اوسیلاتورها رو براتون مشخص کرده اینجایی که گفته مثلا دوتاش بایه، این دوتا بایه کدومه، یکی مومنتوم هست یکی بول بر پاور هستش که قویه، مکتی لیول 12 و 26ش هم سل گفته، بقیهش هم نچراله. و مووینگ اوریج ها هم میبینید که به این صورت هست، حتی پیوت هایی که یعنی قیمت اون نقاط درگیری که از اینجا میتونه داشته باشه هم رو فیبوناچی برامون مشخص کرده، هم روی مدل های دیگه که اگر دقت بکنید رو آرتریش ببینید، ما اینجا 32 رو داریم میبینیم تو فیبوناچی، 31 رو داریم میبینیم تو مدل های دیگه، 37 و اینجا یه 37 رو دیده که کما اینکه تا یکی دو روز پیشم رو همین 37 رو این پیوته گیر کرده بود، داشت بالا پایین میشد. و خب من اسکرول کنم بیام بالاتر، به صورت کلی هم یه خلاصه اینجا گفته، این مربوط به یک روز است. من بیام پلن رو عوض کنم، تایم فریم رو بذارم روی یک ماه. ببینید تایم فریم از همه چی مهمتره، وقتی شما در یه بازه بلند مدتتری اقدام به تحلیل و بررسی فاکتورهای تاثیرگذار روی قیمت یک ارز، سهم یا کامودیتی انجام میدید، مثلا چه کالایی مثل نفت و نقره و فلان و بهمان، این کمک به شما میکنه که یه مقداری ریسک خودتون رو کمتر کنید. علتش چیه؟ چون بازه رو دارین طولانی تر میبینید، یعنی دارین میگید تا یک ماه این پیش بینیه بر اساس دیتای هر کندلش یک ماهه باشه، این پس روی ارزایی که سابقه هیستوریکال بیشتری دارن امکان پذیره، و هرچی تایم فریم بلند مدت تری داشته باشم میزان خطا و خطای من تو معامله کمتر میشه اگر من معامله‌گر بلند مدتم. اما همین الگو هم پیشنهاد میشه برای کسایی که دارن روزانه ترید میکنن. شما رو سهمی میری که میدونی ترند 6 ماهش مثبته، وقتی ترند 6 ماهش مثبت باشه خیلی دیگه نگران این نیستی که امروز مثلا تو صف فروش بهت انداختن در رفتن، تو صف خرید انداختن در رفتن، و میدونی که داره برمیگرده. این فقط در بازارهای نرمال امکان پذیره، در نظر داشته باشین همین فرمون نبرید توی بازارهایی که محدوده دامنه نوسان قیمت داره، حجم مبنا داره. این بازاری که داریم امروز باهاش صحبت میکنیم یک بازاریه که هیچ دامنه نوسانی نداره، هیچ حجم مبنایی نداره، تو یک روز 7 در 24 تو یک روز میتونه پامپ شه دام شه، با هر قیمتی میره صف فروش و خرید توی این بازار اصلا معنایی ندارد. دقت به این مسئله داشته باشیم. و اومدیم حالا رو بازه یک ماهه، من دیدم رو یک ماهه که اسکرول کنم بیام پایین‌تر میگه حالت بای هست، یه مقدار شرایط اینجا چیز ضعیف‌تر شد، اما تو مووینگ اوریج همچنان داره میگه که استرانگ بای هست، 12 تا سیگنال خرید داره، یک حالت خونسا داره و 0 حالت فروش توی مووینگ اوریج. من یه ویدیو قبلا توی کانال یوتیوبم ساختم در خصوص گولد کراس، گولد اند دد کراس، یعنی تقاطع طلایی و مرگ، که دقیقاً همین رو به شما داره نمایش میده. شما مثلا همین این ویدیو رو ببینید خیلی دستتون میاد که داستان از چه، وقتی کراس انجام میشه روی تایم فریم بلند مدت روی مکدی، این و حالا کلی داستان داره، اینا مدلای مکدی این زیر داره میبینید، اگر کراس کوتاه مدت بلند مدت داره به سمت بالا میشکنه، یعنی اینکه داره تازه وارد فاز صعودی میشه و این خوبه. شما یعنی سوار یک کریپتویی میشی، کریپتویی رو میخری که برای بلند مدت میتونی، بلند مدت برای بازه یک ماهه دارم اینجا میگم، میتونی ازش گین بگیرید. در نظر داشته باشین که این دیتا هرچی تایم فریم بلند مدت تری داشته باشه، اینجا حد اکثر گفته یک ماهه، روی حالت پلتفرم های دیگه شما کوارترلی میبینی و که مثلا تو بازه های 3 ماهه داره نگاه میکنه، 6 ماهه، 1 ساله و اینا. خب خیلی تایم های بلند مدتیه برای کسایی که اینا بیشتر به درد کسایی میخوره که
پولای بزرگ دارن میارن و برای مثلا 100 درصد 200 درصد نمیخوان بیان توی بازی گیم بگیرن، عددهای خیلی خیلی بزرگتری مد نظرشون. حالا چجوری به این صفحه رسیدم؟ ببینی من این مسیر رو یه بک بزنم، وقتی که توی اون منوی بالا تولبار بالا نوشتم BTC، وارد صفحه ای شدم که الان باز میشه. توی این صفحه Overview IDO Market دارم، پس من وارد این صفحه، صفحه اصلی من Overview IDO Market دارم. وقتی رو مارکت که کلیک کردم وارد صفحه دیگه ای شدم که توی این صفحه به من اطلاعات بیشتری میداد. اومدم روی این مارکت دیگه، حالا قیمت بازارها رو داره میگه و میگه وضعیتاش مثلا بخر بخر حالا فلان داره اینجوری تحلیل میکنه دیگه. و توی حالت یه overview idea market اومدم تکنیکال زدم که زیر مجموعی مارکت هست. وقتی تکنیکال زدم بر اساس اون فاکتورهایی که حالا این زی خودش کلا برای شما لیست کرده، رسیدیم به حالت خرید یا فروش. من اگه مثلا بزنم رو 5 دقیقه شاید بگم مثلا بفروشید، حالا دقیقا هم همین شد. تو بازه کوتاه مدت 5 دقیقه میگه 9 تا سل دارم، 7 تا بای دارم، اینم که خب رو حواس. توتالی به شما داره میگه که 10 تا سل، 8 تا بای، 10 تا هم خونسات برنشه تو 5 دقیقه تو پوزیشن فروش بگیری. بهتره که تو بازارهای دو طرفه براتون معنا پیدا میکنه که حالا خارج از بحث این جلسه ما هست. خب استراتژی، ببینید برای خرید من برگردم به صفحه اصلی. خدا رو شکر داره ضبط میشه. من یه لحظه گفتم نکنه نیم ساعت، حالا 20 دقیقه من از این وقت تاخیر داشتم، نیم ساعتم رفته ضبط نشده باشه دیگه واقعیت. خب استوب شیرین بزنم. ببینید بحث استراتژی ها به این صورته که شما برای خرید و فروشتون یک سری راهکار در میارین بر طبق الگوی تحلیل تکنیکال. اما در نظر داشته باش که تحلیل تکنیکال همه چیز توی این تحلیل ها نیست، بلکه شما یک سری فاکتورهای دیگه هم درش تاثیر داره که حالا بارها مثالش رو زدم. شما برای استراتژی مثلا میگی اگر به فرض توی اشباع فروش بود یا اشباع خرید بود که اینا میشه بحثای تحلیل تکنیکال و مکتیش کراس کرده بود و RSIش مثلا زیر 30 درصد بود، این نقطه خوبیه برای ورود و میتونه توی وایس لیستتون قرار بگیره. یا اگر یه ربات معامله گر دارین استفاده میکنید، از اون برای خرید یا فروش بهره بگیرید. خیلی از ربات های معامله گری که امروز میبینید درش دارن ازش استفاده میکنن به صورت یا به شما کرایه میدن یا شریک میشن توی خرید و فروش و خیلی مدل های مختلف. اینها بر اساس این استراتژی ها نوشته شده. بک تست استراتژی رو به شما به عنوان سابقه معاملاتشون نمایش میدن، شما متوجه میشین که مثلا این حالا بازدهیش چجوری، خوبه بده، میشه ازش استفاده کرد یا اینکه نه. در ادامه هم یه نکته خیلی مهمی وجود داره. از سال 2011 به بعد کلی از خدمتتون عرض شود که معاملاتی که توی بازارهای مالی انجام شده بر پایه ربات‌های معامله‌گر بوده. یعنی ربات‌های معامله‌گر نقش مهمی رو ایفا کردن. در نظر داشته باشین فقط نمیشه یه ربات خرید و انداخت کنار به امید این باشیم که گل از روی این کلی گیم بکنیم، بلکه میتونه ربات هم دوچار مشکل بشه. در نتیجه باید بالا سر رباتت باشی، در غیر صورت مثلا میتونی ضرر گنده‌ای شناسایی بکنی، مثلا تو بازارهای فیوچر یا بازارهای سی اف تی که لورج هم داره که اصلا واویلاست دیگه، این کال مارجین میشه اصل پولت میره صفر میشی اونجا. که من اصلا توصیه نمیکنم در ابتدای هم کسی بره از لورج استفاده کنه، خیلی خیلی کار خطرناکی هستش برای معامله‌گران مبتدی. خب این از توضیحات کامل در خصوص تریدینگ ویو هست. امیدوارم این سایت رو ول نکنید، مرتب خودتون هم بهش مراجعه کنید، کلی مطلب خوندنی و یاد گرفتنی برای شما اون تو داره و هر بار هم که مراجعه میکنید یه سری قابلیت های جدید مثل سایت کوین مارکت کپ بهش اضافه شده. خب بحث بعدی ما در خصوص کیف پول هست. من قبلا جلسه قبل قرار بود در مورد کیف پول با هم صحبت کنیم، اما اتفاقی که افتاد دیدیم این بحث ماینرها مطرح شد و من ترجیح دادم که از قابلیت این دوره برای موضوع ماینرها استفاده کنم. من اسکرینم رو شیر میکنم دیگه، پی دی افش نمیذارم چون
میخوام هی مرتب برم روی وبسایت با هم ببینیم. ببینید داستان کیف‌های پول دیجیتال به این صورته که ما سرفصلی که تعریف کردیم 8 ردیف معرفی انواع کیف پول دیجیتال، ریسک‌های انتخاب کیف پول، انتخاب امن‌ترینش، کلیدهای خصوصی عمومی چیه، تفاوت آدرس‌های بیت کوین، ساخت یک کیف پول، ساخت کیف پول کاغذی از مهم‌ترین نکاتیه که می‌خوایم بهش بپردازیم. بحث بازیابی کیف پول گم شده ببینید.